رادیو همراه، بفرمایید. سلام های دکتر، سلام، بفرمایید. امیدوار هستم که خوب باشین. خیلی ممنون. متشکرم، بفرمایید. من چند تا موضوع مختلف هست، ولی فکر میکنم که اگر بتونم از خودم شروع کنم شاید بهتر باشه، یعنی مشکلاتی که مرتبط به خودم هستش. بفرمایید. عرضم به خدمتون که 39 سالمه، حدوداً 8 سالی هست که اومدم امریکا، چند تا کشور دیگه هم زندگی کردم. نه، چه مدتی از ایران خارج شدید؟ از ایران حدوداً 13 یا 14 سال است. یعنی 5-6 سال جای دیگه. کوتاه تو ایران بودم، قبلش هم دوباره 4 سالی کشور دیگه بودم. خب این سرگردانی شما برای دوباره چی میگشتید عزیز؟ همین موضوع همینه که میخوام بدونم که دقیقا من بیشتر دنبال این بودم که خودمو پیدا کنم و بتونم خودتون رو تو جای مختلف که نمیتونید پیدا کنید. آدم یه جا بیسته میتونه تو آینه نگاه کنه خودشو پیدا کنه. این که از این کشور به اون کشور بری چی میخواستی پیدا کنی؟ شما برای چند تا خواهر برادر میدونم از این خواهر دارم، یه برادر. شما چند دومی هستی؟ من اولی هستم. اوکی، خب حالا هر جور دلتون میخواد. نه کوتاه، خیلی کوتاه. فقط به من بفرمایید که تو خونه چه خبر بوده کوتاه، و بعدم کجا رفتید و چه کردید تا بدونیم یه شناختی از شما پیدا کنیم. بله حتما. تو خونه که خیلی رابطه نزدیک نبود بین والدین و فرزندان، همینطور رابطه نزدیک هم بین خودمون نبود بچه ها. برای همین اولین فرصتی که برام پیش اومد از خونه در واقع بیرون شدم، رفتم برای اینکه پانسیون زندگی کنم، درس بخونم. دوران دبیرستانم رو اینطوری گذروندم، دانشگاه هم همینطور یه شهر دیگه بودم که فاصله بگیرم، چون کلا با اون محیطی که درش بودم، با اقوامی که بودم، احساس راحتی نمی‌کردم، نزدیکی نمی‌کردم. خب آخه شما چوری زندگیتون رو می‌گذروندی از نظر اقتصادی؟ توی دورهایی هم خودم کار میکردم، هم پدرم ساپورت هم میکرده به مبارکم. اوکی، بسیار خوب. خب در چه سنی اولین بار از ایران خارج شدید؟ حدوداً 23 سالگی. آیا درسی خونده بودید در ایران یا نه؟ بله، لیسانس داشتم. لیسانس هم که تموم شد از ایران تقریباً یک سالی بودم تو ایران. بعد از ایران خارج شدم، رفتم دوره فوق لیسانس هم رو گرفتم. بعد از دوره فوق لیسانس که تموم شد، برگشتم ایران که در واقع مرتبط با رشتم کار پیدا کنم و درس بخونم و هم کار داشته باشم، هم درس هم آدم بدم، که متاسفانه موضوع هم خوب پیش نرفت و دوباره از ایران خارج شدم به مدت یک سال و نیم بعدش، و از اون موقع به بعد دیگه ایران برنگشتم. خب الان کجا هستید؟ گفتید الان چه مدتی است امریکا هستید؟ امریکا هستید؟ حالا خب در اینجا چی خوندید؟ چه میکنید؟ اینجا دیگه ادامه تحصیل هنوز ندادم، کار مرتبط با رشتم هم نتونستم، به خاطر همین سردرگمی ها و فواصلی که بین تدریس و درس خوندن و تجربه‌ای که داشتم اتفاق افتاده، نتونستم یک کاری مرتبط پیدا کنم با رشته تحصیلی. توی رشته دیگه کار میکنم، بد نیست، موفقم، دارم هی پیشرفت میکنم درش، ولی خب موضوعاتی که هست مثلا توی سر کار و موضوعات خانوادگی که دارم خیلی تحت تاثیر قرار داده منو و سردرگمم، یعنی اون سردرگمی همچنان وجود داره در من. خب الان به من بفرمایید برای چی بیاد گذشتیم از تاریخ و تاریخچه گذشتیم، الان برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟ یکی این که میخوام ببینم که چه مثلا اگر قرار هست یه زندگی تصمیم بگیرم چجوری باید این تصمیم رو بگیرم، خودشناسی چجوری میتونم روش کار کنم. نه اصلا بیاد از سر خودشناسی بردارید، یعنی چون اون کمکی نمیکنه، چون خودشناسی یعنی چرایی رفتار و احساس رو پیدا کردن. الان شما تکلیفتون روشنه، شما تو سه تا زمینه باید کار بکنید. زمینه اول این است که سلامت فیزیکی و روانیتون رو حفظ کنید و اگر اشکالی هست رفع کنید. دومی که در زمینه دانایی و آگاهی و توانایی و مهارت و یا شغل و کارتون حرکت کنید که بتونید با اون زندگی کنید. و
و سوم روابطی رو به وجود بیارید از اجتماعی گرفته تا خانوادگی و فامیلی و دوستی و اینا و حتی ازدواج و تشکیل خانواده، یعنی سه تا کار شما ازدواج مشخصه چیه؟ کردم. خب حالا ببینید، همین رو نگفتید کی ازدواج کردید؟ خب آخه گفتم اول در مورد خودم صحبت نمیدونم. کنم. نه ازدواج نه نه کردنم حدوداً 12 سال ازدواج کردم و یک پسر 4 ساله هم دارم. بسیار. از زندگی زناشویتون به طور کلی نسبتاً راضی زیاد هستید یا نه؟ راضی نیستم، نه، به خاطر مشکلات زیادی که داریم، هم شخصی هم خانوادگی، خیلی تحت تاثیر قرار داده و داریم ایشان همه ایرانی هست؟ تلاشمون رو میکنیم که حداقل باشه این مسائل توی خونه و روی بچه کمترین تاثیر رو بذاره. البته همسرتون بچه‌م ایرانی هست یا نه؟ بله ایرانی هستن. خب پس بنابراین پس یک قسمت رو انجام بده، فقط باید در جهت بهبودش حرکت کنید. خب آره، پس از لحاظ سلامت فیزیکی هم خیلی بیشتر دارم به خودم میرسم، یعنی در واقع ورزش و تحرک رو بیشتر کردم توی زندگیم. از مسائل روانی هم موضوعات شما رو خیلی گوش میکنم، مطالب دیگر رو میخونم، بعد یه سری کوچینگ هست که از طریق محل کارمون برامون در واقع ارائه میشه، اونها رو همراهش هستم، در واقع توی مسائل مختلف باشون صحبت میکنم، مشکلات رو مطرح میکنیم، اونا کمک میکنن با ارائه در واقع منابع مختلف که میتونم بخونم کمک کنه شرایط بهتر بشه. یعنی در واقع مسئله 1 و 2 رو دارم همزمان انجام میدم. حدودن بسیار خب، حالا همزمان بریم خیلی ببینیم میشه. سراغ اونجایی که موضوع و مسئله است، یا در مقابل مسئله ای قرار گرفتید یا پرسشی دارید، اون کدام عزیز؟ اینکه به خاطر اینکه فکر میکنم که تصمیماتی که گرفتم توی اون مراحل اولیه، جابجا شدن، رفتن کشور دیگه، تصمیماتی که گرفتم اون در اون مرحله از زمان عاقلانه شاید نبوده، اون یعنی عقل رو به کار نگرفتم و احساسی عمل کردم، خیلی تاثیر زیادی روی من گذاشته و به جایی رسیدم که مثلا در حین انتخاب همسر، این تصمیمی که گرفتم باز هم اون تصمیم عاقلانه نبوده. خیلی از مثلا سیدی های شما رو که گوش میکنم، برنامه های شما رو گوش میکنم که چطور مثلا همسر خودتون رو باید انتخاب کنید، چطور در مورد یه زندگی مشترک فکر میکنید، همه اینا رو که بر میگردم به عقب فکر میکنم که هیچ کدوم از این مسائل رو در نظر نگرفتم و بیشتر مسائل در واقع یا پیش پا افتاده بوده یا احساسی بوده و به این خب مرحله. شما ببینید عزیز، بذارید همینجا، اینجا دو سه تا موضوع رو مطرح میکنه. یکی اینکه ما به خاطر اون تصمیم ها آسیبایی دیدیم که همچنان وجود داره و باید برای شکاری بکنی. دوم این که یه چیزهاییست که میشه تغییرش تا تغییرش بدیم. سوم این است که یه چیزهاییست که دیگه هیچ کارش نمیشه کرد و بنابراین مجبوریم بپذیریمش. یعنی ولی موندن در گذشته یا کندوکاو در گذشته خیلی کمکی نمیکنه، مگر اینکه الان اینقدر شما آزاد و راحت باشید که بخواید برید دنبال چرایی رفتارتون یا احساستون در 5 سال یا 15 سال گذشته، و اون اصلا توصیه نمی کنم. تازه اگرم باشه کاری نیست که من و شما بخوایم یا بتونیم روی خط رادیو انجام بدیم. بنابراین برمیگرده موضوع به اینکه الان مهمترین موضوع مسئله پرسش شما کجاست که اونو با هم در میون بذاریم. در آقای دکتر، شاید سوال خیلی مهمی که برام میتونه پیش بیاد، بعد یه زمینه چینی در موردش بکنم. موضوع در واقع آشنایی من با خانومم و ملاقاتش با خانواده من، چون یه سنت شکنی بود و من تمام اون سنت های در واقع باب خانوادگی رو شکوندم، باعث شده بود که رابطه یه خیلی خوبی تشکیل نشه بین خانوم من و خانواده من و این موضوع همچنان ادامه داره. نه بذارید، چون وقتی که خانواده شما اینجا هستن یا نیستن؟ نه خیر، هیچ کدوم از خانواده هم. حالا چه اهمیت داره که رابطه خوبه یا بده؟ برای من اصلا اون موضوع خیلی با اهمیت نیست. مسئله اینه که مثلا هر مشکلی که پیش میاد این مسئله بالا میاد که تو مثلا خانوادت رو بیشتر از ما دوست داری، با اینکه من اصلا سالها اونا رو ندیدم. نه خب نه، آخه همسر شما که نمیتونه حرف مفت بی خودی بزنه. اینکه همسر شما برگره بگه تو دو تا شاخ هم داری که بحث نیست،
ایشون گله و شکایتش اصلا در گذشته هر چی بوده که نمیخوام وارد بحث بشم، مگر اینکه لازم باشه همسر شما الان ظرف 6 ماه گذشته کجا شما به شما اعتراضی داشته در جهت ارتباط با خانوادتون؟ همین چند شاید یک هفته پیش که چی؟ مثلا یه نمیدونم سالا سه موضوعی پیش اومد توی خونه و مثلا سر مسئله تربیت بچه یه شاخصایی داره که خودش باید حتما اون شاخصا رعایت بشه، ولی اگه مثلا یه مقدار پاتو اونورتر خط بگذاری تمام اون شاخص از بین رفته و احساس میشه که تو بی احترامی کردی و همه چیز از هم پاشیده. برای همین میگه که ما برای تو اهمیت نداریم، تو ما رو دوست نداری، تو فقط خود. آقا بنی نداری این حرف آقا عزیزم. من قبلا خب شما به گونه ای که بیان کردید که من نمیتونم نظری بدم، این مطلب به صورتی که شما مطرحش کردید اصلا جایی برای همچین بحثی نداره. به علاوه همسر شما اگر یه همچین بیاناتی فرمودن میگید بله نه اهمیت دارید هم مهمه، مثل که من برگردم بگم تو شاخ داری میخوای یه شاخ هم رو سر من بسه، بگید بله درست. آخه عزیز ما که قرار نیست نصب کنید، یک زمانی است که کسی واقع بینانه مسئولانه عاقلانه حرف میزنه خب آدم میتونه باش بحث کنه، ولی اگر یک کسی همینجوری پرت و پلای چیزی میده که من که نمیتونم جوابش بدم. الان شما اگر همسرتونی هم چه حرفی میزه، اگر چنینه بگونه که شما بیان کردید، یه همسری دارید که نه واقع بینه، نه عاقله، نه مسئوله، نه منصفه، نه در جهت ساختن و حل مسائل و رفع مشکلات، یا نادانه یا خودخواه یا بیماره یا همه این سه. بنابراین موضوع روشنه، یعنی چون ببینید اون چیزی که برای من مهمه واقعیته، پدر مادر یا خانواده‌ای که اونجا هستن، اصلا هر کاری شما کردید، الان شما کاری که کردید چرا عرض کردم اگر دقیقاً بفرمایید من اصلا میتونم نظر بدم که شما چه کردید که ایشون از توش اونو در آورده، آیا اصلا به موضوع مرتبط؟ و بعدم اصلا اگر ایشون هم چه موارد مثلا منو شاید بیمسئولیت میدونه توی تربیت. حالا بدون آخه شما چرا ببینید عزیز، ما چرا باید تو زندگیمون دائما بخوایم دفاع کنیم از حرفی که میدونیم پایه و مایه نداره، درست نیست؟ یا اگرم درسته خب این منم دیگه. شما الان به من بفرمایید تو اینجوری یا اونجوری هستی؟ ای هستم که هستم، ای نیستم میگم نیستم، این یه دفعه میگم بعدم بل میکنم دیگه. ولی این حساسیت های ماست که ما دلمون میخواد همیشه آدما با ما توافق کنن درباره اون نگاه و نظر و برداشتی که ما داریم. خب همچی دنیایی نیست. شما هم تا اگر کمی هم با عرایز من آشنا باشید، من با همه در مورد همه چیز اختلاف دارم، برای که من با خودم دارم عزیز، من چطور میتونم با شما نداشته باشم؟ ولی بعدا ازش یه نتیجه گیری بکنن. حالا فرض کنید من اگر خدمت همسر شما بگم بسیار خوب، هم شوهر شما مسئول نیست یا هر چیزی که گفتید، حالا میخواید چیکار کنید؟ وقت بعد به من چی میگن؟ اگر دوست داره که مثلا اون شیوهی که میخواد بس فکر میکنه درست من رفتار کنه، خب من نمی کنم، من همینم. حالا سر چی اگر یه موردشو بفرمایید، چون مبهم از آغاز شما صحبت کرد، مثلا سر چی با هم اختلافتون بود؟ خلاصش کنیم ولی میگید سر چی؟ فکر میکنم یکی از مسائل خیلی بزرگی که زندگی ما رو خیلی تحت شعاع قرار داده این که اون استقلالی که قبل از آشنایی با من داشته اون استقلال الان نداره، یعنی الان فقط من هستم که کار میکنم و ایشون همش در واقع توی خونه درگیر. چرا ایشون کارن؟ چرا ایشون درگیر بچه؟ گفتید فرزند چند ساله دارید؟ 4 ساله. خب هیچی برای 3 سال بچه ها میدن مدرسه، بعدم چون فرزند تکی بهتر از 8 صبح بره تا 5 بعد از اون ایشون هم برن سر 8 صبح تا 5. همین یکی از موضوعاتیه که ما داریم در واقع روش مانور میدیم و مشکل مانور نداره ازم شب نه سب کنی نزم. شما یه زمانی هست که داریم برای این موضوع، حرف شما درسته ولی بچه ما هنوز فول پادی ترین نشده، برای همین اصلا یعنی شما بدید تو ظرف هم ظرف 2 روز پادی ترین شد. تکنیک داریم ما برای این کار، ما خیلی از تکنیک های مختلف رو انجام دادیم هیچ کدوم جواب نداده. نه نمیتونه باشه آخه عزیزم، فرزند شما که غیر عادی نیست. غیر عادی نیست نه، یه بچه ایست که مسئلهش همینه.
تنها مسئله است که نمیتونه مدرسه بره همین. نه ازم ببینید الان رو خط رادیو اونم با این فرصتی که شما دارید درباره یک مهارتی که کودک خودش دلش بخواد پیدا کنه و خودشو خلاص کنه پیدا میکنید، فقط میتونید جز در شرایط استثنایی 1 در 100 که اونم حتما نیست، 99% بچه ها با یه تکنیک درست حل میشه. شما حتی من تو سی دی 3 تا 7 سالگی آوردم یا تولد تا 3 سالگی یه بود کلیات نیست که خب یه کلیات نیست که میشه عمل کرد. بعد چون گفتم وقت ندارم نمیخوام بگم شما چی کار کردید، شما حتما کارو درست نکردید عزیز. احتمال داره بله. خیلی خب بنابراین بعدم ما که نمیتونیم یه مسئله به این مهمی که مسئله یه فرزند تکه که باید بره تو دنیا و یاد بگیره زندگی اجتماعی رو به خاطر اینکه یه مهارتی رو ما ندونستیم چیکار باید بکنیم بهش یاد ندادیم، یا حتی اگر مشکلی هم هست خب هنوز همچنان راه حلی داره. اینو شما سر مدفوعش دارید یا ادرارش دارید یا هر دو؟ اولا مدفوع بچه ها خیلی خوب، اولا مدفوع بچه ها فقط همینجوری اشاره میکنم، مدفوع بچه ها معمولا روزی یه دفعه است و به راحتی میشه کمکشون کرد که این باشه مثلا بعد از ظهر یا شب. آخه مسئله به یه جایی پیش رفته که حتی خودش رو چندین روز نگه میداره. خیلی خوب، اونها آسیب های سنگه، مادرش همراهش باشه. خیلی خوب نباید باشه. نه خب همینجاست اشتباس عزیز. شما که قرار نیست بر اساس راه و روش غلط و بد او که بهش آسیب میزنه باشه. بله همین الان باز راحتتون کنم، برید برای دکتر از جانب من بگید فلانی دستتون رو بوسید، یه مسل بدن بچه اسهال بگیره نتونه خودشو نگه داره. به همین سادگی، هیچ دارم نمیشه. حتی دارو اگر بدی برای 2 هفته 3 هفته که کاری نمیکنه، یه چیز آرام. ببینید عزیز، یعنی ما تو دنیایی هستیم که این مسائل باید حل کرد. علاوه شما من بگید که بدترین آسیب انسان در طول زندگی کجاست، میگم بین 1 تا 3 سالگی در مورد عمل دفع، و شما دقیقا این آوردی تا به 4 سالگی دارید به من میگید. خب یه موضوعی که مهمترین موضوع است، برای که استراب و استرس و افسردگی و خشم و لجبازی و خودداری و خسیسی و وسواس و تمیزی بیش از حد یا کثیفی، مرتب و منظم بودن یا شلخته بودن، همه برمیگرده به همین ماجرای مدفوع. خب شما سر مهمترین موضوع کاری که کردید غلط و بد بوده دیگه، و بیشترین آسیب رو میتونید بزنید. ادامه هم داشته. لطفاً من توی این موضوع کاملا توضیح دادم، اینو عمل کنید، بعدم تازه از دکتر کمک بگیرید. به همین سادگی. من بچه هایی بودن که دکترش که رفتیم، دکترش گفت که پسر خیلی داره همه چی خوب پیش میره، زیاد جدی نگیرین این موضوع رو. اینم اصلا بیخود کردن، بیخود کردن. عجیبه، یعنی چی؟ شما بزرگترین موضوع و مسئله اینقدر داره پیش میره. آقای دکتر، بچه 4 روز 5 روز خودشو نگه میداره، 2 بچه مدرسه نمیتونه بره، موضوع رو جدی نگیرید. این آقا یا خانم دکتر حالشون خوبه؟ من برگرم میگم بچه هم 4 ساله است، تنها بچه هم هست، مدرسه نمیتونم بسنم، بخاطر توالت ترینی نداره، قبولش نمی کنن. باید موضوع رو جدی نگیری، اول کنید اون دکتر رو. بنابراین مواظب خودتون باشید، لطفا حتما اونا رو بشنوید. بعد گفتیم توی برنامه های 3 تا 7 سال این موضوع رو با جزئیات توضیح دادین. من فکر کنم حتی ممکنه تو تولد تا 3 باشه. برای شما هر دو تاشو میخواید عزیز، برای که متوجهش با تولد تا 3 تا لطف خواب نداشته باشید بشنبید. برای خوشحال شما باتون صحبت